بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف افتم امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی خوش آمدین شاگردای عزیز و گرامی ریاضی سنف هفتم فصل چهارم اعداد چی است؟ اعداد نسبتی درس پنجم شاگردای عزیز درس امروز ما و شما درس آخر امی فصل است فصل, پنجم، فصل چهارم خلاص میکنیم بخیر درست است؟ خب قبل که بریم بگیم که چه عنوان ما و شما در درس امروز میخوانیم کارخانیگی درس گذشته رو به ما باید روان میکردین از طریق واتساب نمبرش هم چند است؟ 20964 780 255 40 13 درست است خب شاگرد عزیز درسی که ما و شما امروز میخوانیم درس آخر از فصل چهارمه ما میخوانیم تبدیل عدد نسبتی به عدد اعشاریه اعشاریه دار سیست به عدد اعشاری و برعکس یعنی تبدیل عدد اعشاری دار اعشاریه دار ما و شما به عدد نسبتی باید بتونیم تبدیل کنیم سیست پس یک عدد نسبتی به ما و شما بده بگه عدد اعشاری دار چی میشه ما شما بتونیم دریافت کنیم و عدد اعشاری به ما و شما بده ما باید بتونیم به عدد نسبتی تبدیل کنیم درست است پس میریم سر تخته و ما بر تشریح میکنیم که چه رقمی هر داره به همدیگه تبدیل بسازیم درست است پس بریم سر تخته خب شاگرده عزیز و گرامی تبدیل عدد نسبتی به عدد اعشاریه دار درست است؟ خب به عنوان مثال دقت کنید پس من نوشتم میکنم تبدیل عدد نسبتی به عدد اعشاری یا اعشاریه دار خب چه رقم باید باید تبدیل کنیم فقط قبلش باید یک میکنم در سنفای گذشته ما شما خواندیم یک عدد اعشاری دار اگر داشته باشیم به با عنوان مثال دو اعشاری پینجا و دو سیست؟ خب دو اعشاری پینجا و دو این چه رقم؟ به عدد دوی که دایی قبل اعشاری است باید میگیم قسمت صحیح یا جز صحیح به او گفته میشه و چی؟ صفر او اعشاری دو بعد اعشاری رو چی میگیم؟ قسمت اعشاری دار به اون قسمت اعشاری به گفته میشه سیست؟ پس دقت کنید اینی دوی ما شما میشه قسمت صحیح پس من نوشته کنم یا جزء صحیح بهش گفته میشه فرق نمیکنه پس من نوشته میکنم دی. جزء صحیح ما و شما چی میشه قسمت یا جزء صحیح جزء صحیح ما و شما چند میشه دو میشه و جزء اعشاریه دار یا قسمت اعشاری چی میشه صفر اعشاریه مساوی است با صفر اعشاریه پنجاه و دو صحیح؟ پس فهم رقم شد پس یک عدد اعشاری دار ما شما داشته باشیم قسمت چی قسمت صحیح یا جزء صحیح از قبل اعشاری میشه و قسمت اشاری بعد اعشاری بعد اعشاری نوشته می بعد اعشاری صفر اعشاری نوشته می کنیم هر چی هست پس صفر اعشاری 52 میشه قسمت اعشاری و جز صحیح میشه عدد دو درست است این ده کارخانه که سوال داریم از چند عدد به شما میته میگه جزء صحیح مشخص کن و جزء اعشاری دارش مشخص کن سیست پس این فکرتان باشد عالی درس خود شروع میکنیم تبدیل عدد نسبتی به عدد اشاره دار و برعکس اگر عدد اشاره دار به ما بده بگه که تو به عدد نسبتی تبدیل کن پس من اول برعکسش میگم چون آسان تر است یک عدد اشاره دار داشته باشیم به با نسبتی چه رقم تبدیل بسازیم به عنوان مثال امی دو اشاره و را به نسبتی تبدیل کنیم خب راه متفاوتی وجود دارد شاگردای عزیز ولی من یک رای بسیار آسان برد میگم که بسیار آسان تو میتونه جواب بکشی یک عدد اشاره دار داشته باشیم بعد نسبتی میتونیم تبدیل کنیم بسیار آسان دقت کنید به عنوان مثال امی دو اشاره پینجا و دو را من میخوام بعد عش... بعد نسبتی تبدیل بکنم خب من میگم به این کار کن یک تا خط کسری میکشیم چون عدد نسبتی است دیگه نسبتی که یعنی کسری باید باشد امی یک خط چی میکشم یک تا خط کسری میکشم در صورت امی خود عدده بدون اشار اشارش میکشم هر چی شد در اشار کشیدم چند میشه 252 فیس امیر در صورت نوشتن میکنم 252 فیس پس یک خط کسری میکشم اشارش میکشیم هر عدد شد امور در صورت نوشتن میکنم 252 اول در مخرج چی میمانم در مخرج نگاه میکنیم. بعد اشاره دار چند رقم بعد اشاره چند رقم ما عدد داریم یک دو رقم 5 دو دو رقم داریم چند عدد داریم سه دو رقم داریم وقتی دو داشته باشیم در دا مخرج باید صد نوشته کنیم وقتی یک رقم داشته باشیم دو اشاره با ده اشاره باید در مخرج ده نوشته کنیم وقتی سه رقم داشته باشیم در مخرج هزار نویشته میکنیم سیست وقتی چهار رقم داشته باشیم در مخرج ده هزار پس آسان شد دیگه پس چه رقم میکنیم؟ امی عدد اشارش میکشیم هر بود. بود صورت نویشته میکنیم در مخرج نگاه میکنیم بعد اشاره قبل اشاره کار نداریم بعد اشاره یه کار داریم بعد اشاری اگر یک رقم داشته باشیم ده نوشته میکنیم اگر دو رقم داشته باشیم یک صد نوشته میکنیم اگر سه رقم داشته باشیم یک هزار نوشته میکنیم اگر چهار رقم ده هزار پنج رقم صد هزار است و با تا آخر خب با نسال مثال این شما بگین شاگرد عزیز سی و پنج اشاره دو این به نسبتی چی میشه گفتیم خط کسری میکشه خب اشارش بکشی چی میشه 352 سیفت پس این میشه 352 مخرج چند میشه؟ مخرج بعد اشاره چند رقم داریم؟ قبل نه بعد اشاره یک رقم داریم پس مخرج ما شما چی میشه؟ ده پس 352 بر ده بسیار آسان یک تا دیگه سفر اشاره سی و هفت خط کسی میکشیم ما اشاره رو بکشم چی میشه؟ میشه صفر سی و هفت خود سفر قبلی که عدد که معنا نداره پس فقط میشه سی و هفت پس میشه سی و هفت سیست مخرج چند میشه بعد اشاره چند رقم داریم دو رقم داریم پس میشه 37 بر 100 صحیح پس 37 بر 100 مثال بعدی یعنی مثال بگین شاگرد عزیز یک اشاره 05 خب چی میشه ایر به کس تبدیل کنید بعد نسبت نسبتی تبدیل کنین اشارش بکش میشه 105 آفرین پس اشارش بکشیم میشه 105 مخرج چی میشه چند رقم بعد اشاره عدد داریم بعد اشاره یک دو رقم داریم پس مخرج ما و شما چند میشه؟ یکصد سیست؟ پس فا میدیم چه رقم شد شد یکصد بر یکصد پنج بر یکصد پس تبدیل عدد اشاریه به نسبتی بیشتر آسان است سیست؟ به نسبت ما دقیقا برعکس رو گفتیم دقت کنش اگر ما هم از ای برداریم هم از ای بر به بر داریم از اعشاری به نسبتی از نسبتی به اشاری حالی ما از اعشاری به نسبتی رو گفتیم بسیار آسان است کار نداره گفتیم راه های زیاد وجود داره ولی راهی که من بهتون میگم بسیار آسان است پس دیگه کدام تکلیف هم نداریم بسیار آسان است تکلیف کار نداریم چی میکنیم خط کسری میکشیم و اشارش میکشیم هر عدد چه دستورات نوشته میکنیم اما در مخرج در مخرج بینیم که چی چند رقم بعد اشاره عدد وجود دارد اگر یک رقم بود در مخرج ده نوشته میکنیم اگر دو رقم بود 100 نوشته میکنیم اگر سه رقم بود 1000 و به آخر تا آخر پیش میره درست است پس تبدیل عدد اشاره به نسبتی را گفتیم بسیار آسان است و تختار پاک میکنیم اما تبدیل عدد نسبتی به اشاریه یعنی 105 بر 105 بر 100 به ما و شما بته بگه رو دریافت کو اینو چه رقم دریافت میکنیم سیست یا به ما بگه 252 بر 100 چه رقم میشه 2.52 این اینو باز تبدیل میکنه پس ما تختار پاک میکنم تبدیل عدد نسبتی به اشاره دارم کار میکنم چند سوال درست هست؟ خب شاگرده عزیز و گرامی آلی چی میکنیم؟ تبدیل عدد نسبتی به اعشاری رو کار میکنیم دیدیم که اعشاری به نسبتی بیشتر آسان بود گفتیم یک خط کسی میکشیم عدد اعشاری میکشیم عدد هر چیز صورت و در مخرج هم که گفتیم اگر بعد اعشاری یک رقم باشه در نویشتا میکنیم دو رقم باشه یک ست سر رقم یک و تا آخر به اون شکل پیش میریم اما اگر عدد نسبتی به ما شما داده باشه بگه اعشاری داره چه رقم میشه به عنوان مثال به ما و شما داده یک یا بگیم ده بر به عنوان مثال 4 سیست ده بر چهار چند میشه خب ده بر چهار چرا خم چند میشه گو عالی بسیار آسان است بازم راز یاد است برازی که شما عدد نسبتی رو بهش تبدیل کنید ولی آسان ترین رایش چی است و مطمئن ترین راهی است که شما خط کسری گفتیم معنایش چی است اما علامه تقسیم است همین تقسیم باید انجام بدیم در تقسیم بر چار بسازیم خود خب در تقسیم بر چار میسازیم از طریق چی تقسیم یعنی تقسیم خو یادتون است در مکتب خواندین دیگه ده تقسیم بر 14 صفای 4 به در صنف 4 به گمان در تقسیم بر 4 میسازیم خب در تقسیم بر 4 میسازیم یاد تا نست دیگه میگیم یک تا جدا از سمت جدا میکنیم یک رقم خود در یکی 4 تا وجود ندارد پس دو رقم جدا میکنیم سیست در ده ده, ده, ده ده چند تا چهار وجود دارد میگیم دو دو رو نوشته میکنیم دو 4 جواب چند میشه 8 8 از ده کم بساز که چند میشه میشه دو سیست خب حالی در دو چهار وجود دارد میگیم نه خیل. پس یک تا صفر میمانیم یک تا اشاریه در اینجا نوشته میکنیم صحیح به تقسیم ادامه میدیم حال در 20 تا چند تا چهار تا وجود دارد 5 تا 5 4 میشه 20 صحیح پس میشه 5 4 20 باقی مانده چند میشه باقی مانده صفر میشه صحیح خب چه رقم شد نه؟ پس چی میشه چند در تقسیم بر 4 بسازیم خارج قسمت ما و شما چی میشه 2 اشاریه 5 پس ده بر 4 جواب ما و شما میشه 2 اشاریه 5 صحیح پس تبدیل عدد نسبتی به اشاریه دار بسیار آسان صورت بر مخرج تقسیم, تقسیم میکنیم و ادامه میدیم تا آخر که بگیم جواب آخر ببینیم چند میشه یک تا مثال دیگه کار میکنیم به عنوان مثال ما و شما داریم یک تقسیم بر 5 ببینیم چند میشه خب یک باید تقسیم بر 5 بسازیم پس بس من در اینجا تقسیم میکنم یک تقسیم بر 5 خب شاگردای عزیز د یکی پنج تا وجود دارد میگیم نه خیر د یک پنج وجود ندارد پس یک تا صفر میمانیم خود ما و شما صفر که ماندیم ما دیگه رنگ بگیرم یک تا صفر که ماندیم یک اش صفر اشاره در اینجا نوشته می در خارج قسمت خو یاد تا نفس دیگه نه حالی در ده, ده, ده تا چند تا پنج تا وجود دارد دو پس میشه دو پنج میشه ده سیست باقی چند میشه صفر میشه پس میشه صفر اشاریه دو پس یک بر پنج جواب ما شما میشه صفر اشاریه دو پس راهش هم نیست بسیار آسان شد اگر ما عدد نسبتی رو بخوایم بعد عدد دار تبدیل کنیم باید صورت بر مخرج تقسیم کنیم است و تقسیم ادامه بدیم اما چگرده عزیز دقت کنید بعضی از تقسیم هاست که خلاص نمیشه مثلا یک تا مثال کار میکنم خیر اون را کار میکنیم اون هم ما شما م... مثالش میبینید که چه هم نوشته کنیم به عنوان مثال ده بر سه است یا عدد نسبتی ده بر سه جواب چند میشه میبینیم در تقسیم بر سه میسازیم است. پس من این پاک میکنم این پاک میکنم در تقسیم بر سه بسازیم عدد ده, ده تقسیم بر سه خب در یک تا سه تا وجود دارد به میگیم بگیم یک سه وجود ندارد پس دو رقم جدا میکنیم ده ده تا چند تا سه تا وجود دارد سه 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 نو آفرین پس سه نوشته میکنیم سه سه نو با چند میشه یک میشه خب باک چی میکنیم در یک تا سه تا هست میگیم نخیر یک تا صفر میمانیم دهی و یک تا اشاره دهی میمانیم سه حالی در ده چند تا سه تا وجود دارد باز دوباره باز سه میشه میشه سه سه نو با قیمانده چند میشه باز یک میشه خب باز دوباره شاگرد عزیز باز در یک تا سه تا وجود ندارد یک صفر میمانیم دایی اما دیگه در او اشاره یکبار بار ماندیم دیگه یکبار اشاره دیگه, دیگه اشاره نمیمانیم سیست باز ادامه میتیم در دا ده, چند تا سه تا وجود دارد باز دوباره میشه سه 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 نو با قیمانده چند میشه یک باز دوباره تکرار شد باز دوباره یک صفر میمانیم میشه ده باز دوباره چند میشه سه سه نو باز باقی مانده میشه یک تا لای تنه رو دامه بیتیم ادامه دارد خلاص نمیشه پس بیار چی رقم نویشتن میکنیم پس این به میشه شاگرد این سه ما و شما تا آخر تکرار میشه پس این ده بر سه ما نویشتن میکنیم سه دقت کنیم سه اشاریه سه سه سه, سه تا لای پس ما چی رقم میکنیم؟ پایین پایی میکنم پس ای ای می سه سه عشاریه سه یک تا خطک بالای از این میمانون به این میگیم دوره توالی یا دوره گردش یعنی سه شما توالی ادامه داره تا آخر اینی خطک یعنی خطک مانی من اینی سه تا آخر تا لای تنه ادامه داره سهیست بعضی از عدد نسبتی که ما شما تقسیم کنیم به اشاری داره تبدیل کنیم تا لای تنه ادامه داره و اون میگیم اعداد عشاریه متوالی سهیست توالی داره تا آخر ادامه داره پس اگر به این شکل شد مشکل نفس یاد گرفتیم میتونیم نوشته کنیم درست است؟ خب پس شاگرده عزیز ما شما فهمیدیم تبدیل عدد نسبتی به عدد اشار بسیار آسان است صورت بر مخرج تقسیم میکنید درست است صورت بر مخرج تقسیم میکنیم و ادامه میتیم اگر خلاصش به صفر رسیدیم خو آسان است نوشتن هم خارج قسمت میشه اما اگر نرسیدیم بعضی از اعداد همینطور تا لای ادامه داره که ما امور گفتیم به شکل توالی نوشتن میکنیم صحیح 3.3 دور توالی همین عددی که تکرار میشه دقت کنید همیشه این با یه نیست این حال مثال است که سه شده این ممکنه پنج باشد فرق نمی کنه انیا تکرار شده یعنی سه بعد اشاریه سه است او را چی نوشتم یک تاش نوشتم یک تا دوره یک تا خطک بالش میمونیم یعنی امید تکرار میشه تا لایتناهی درست است خب این هم یک مثالی که متفاوت بود با او دیگه ولی در کتاب ما و شما سوال از سوال دو مثال اول میاد بسیار آسان است صورت بر مخرج تقسیم میکنیم جواب میکشیم سه است فهمید چه رقم شد دیگه نه پس شاگرده عزیز درس ما و شما امروز خلاص میشه تبدیل عدد اشاری به نسبتی و برعکس نسبتی به اشاری را کار کردیم درست است <موسیقی> خب شاگرد عزیز و گرامی پس تبدیل عدد نسبتی به اشاری و برعکس تبدیل عدد اشاری به نسبتی را کار کردیم و دیدیم که به شکل میباشد درست است پس من تیک مارک میکنم پس درس امروز ما با شما خلاص شد اما کارخانگی تمرین های صفحه 112 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم چی است 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال کدام مشکل یا کدام پیشنهاد انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است خب شاگرد عزیز و گرامی پایان فصل چهارم فصل چهار ما و شما چی بود اعداد نسبتی که اینو بخیر خلاص کردیم ان در درس بعد ما و شما فصل پنجم شروع کنیم. درست است شاگردهای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک و مهربان میسپارم